سلام به همه رفقای خودم که دارید این ویدیو رو میبینید. خوش اومدید به یه تست‌راید دیگه از چنل خودتون، یعنی گیریپاش. امروز اومدیم این پسر هندی رو یه تست‌راید بزنیم، یعنی آپاچی 200 که تقریبا تو بازار جا افتاده، با یه قیمت مناسبی هم میتونید بگیرید. ولی بریم تستش کنیم همه چیشو، ببینیم هنوز اینا ارزش خرید دارن یا ندارن. اگه اولین بارم از ویدیوهای منو میبینید، من امیدم یا همون گیریپاش، کارم هم بررسی و تست راید موتورسیکلت‌های مختلف بازار، کلی نکات آموزشی توی چنل، ویدیوهای فان باحالم توی چنل. پس برید توی چنل یه نگاه بندازید، اگه دوست داشتید دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو این ویدیو رو هم لایک کنید. برو بریم سراغ تست راید. خب این موتور از برند TVS و ما تا حالا ویدیوی در مورد موتورهای TVS توی چنل نداشتیم، به خاطر همین یه سری توضیحات کوتاه درباره برند TVS بهتون بدم. TVS یه برند چند ملیتی هندیه که سومین تولید کننده بزرگ موتورسیکلت توی هند و دومین صادرات توی هند داره. توی موتورسیکلت ها به بیش از 60 کشور صادرات داره موتوراشو. به نسبت موتورهای با کیفیتی تولید میکنه تو بازار ما، هم جا افتاده تقریبا. مدلای مختلفی بوده به غیر از این 200ش، 180ش، 160ش، 220ش و میگم خیلی از مدلای TVS توی کشور هست. خود TVS کل از سال 1911 تأسیس شده، ولی از سال 1980 با موتور موپدی که معرفی کرد اومد وارد شد توی قسمت موتورسیکلت، ولی از سال 1989 فروش تجاری موتورسیکلت ها شروع شد. همکاری های بزرگی هم با خیلی شرکت های بزرگ دنیا داشته، مثلا قبل از سال 2000 با برند سوزوکی یه سری همکاری ها داشت، قرارداد یه ساله داشتن که یه سری موتورهای سوزوکی رو قرار بود تولید کنن، اصلا برند شده بود TVS سوزوکی، ولی بعد از جدایی دیگه شد همون TVS کمپانی. بعد سال 2015 با شرکت شرکو یه سری قرارداد داشت و توی رالی داکار شرکت کرد. سال 2016 با BMW یه سری همکاری ها کرد و BMW G310R رو مونتاژ کرد. میگن سال 2020 هم شرکت نورتون رو خریده که شرکت قدیمیه تو تولید موتورسیکلت، کامل خریده، که این کار واقعا از هندیا بعید نیست. دیدیم مثلا باجاج نصف KTM رو خریده، نمیدونم تاتا موتور هند لند روور و جگوار رو خریده و هند دیگه. هند خیلی توی صنعت موتورسیکلت داره پیشرفت میکنه و ماشین. توی ایران هم موتورهای TVS و شرکت نیرو موتور می آورد که دیگه حالا به خاطر سری تحریم ها و اتفاقاتی که افتاد دیگه نتونست بیاره. همین موتور یعنی آپاچی 200 هم سال 96 آورد که یه جوره جایگزین 180ش کنه که تقریبا نتونست. از 96 یعنی آخرای 96 اومد تا 98 دیگه آخری مدلشه و اکثرا هم انژکتور اومد. کاربرا در حد 20 تا دونه آورد، یه جورایی تستی بود کاربراتورش، یه جورایی برای حالا نمونه آورده بودن موتورها رو. خود این موتور ما، این پلتفرم انجین از سال 2016 TVS تولید کرد تا 2018 و از 2018 سری تغییرات داد که دیگه تو ایران نیومد. این موتور هم الان تو بازار تقریبا قیمت خوبی داره، یعنی یه چیز تر و تمیزش رو فکر کنم مثلا با هولوش 120 تومن بتونید پیدا کنید. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، این موتور خب صفرش، یعنی این پلتفرم از 2016 تا 2018 هنوز صفرش تو هند هست. داشتم قیمتاش رو نگاه میکردم، حدود 1400 دلار تو هند بود، بگو 75 میلیون، 75 میلیون صفر این موتور تو هند میشه بخرید، ولی کار کرده 10000 تا کاره نمیدونم فلانش رو توی ایران باید 120 تومن پول بدید. اگه میشه قور نزد، اگه میشه. برند آپاچی هم که زیر مجموعه برند TVS، یعنی از سال 2006 این برند را افتاد، یه سری موتورها تولید کرد. کلن تولیدش هم یه جورایی چون خود TVS با باجاج رفیقه گرمه، به خدا گرمه. خلاصه TVS با باجاج رقیبه، این موتور یه جورایی داد که رقیب NS 200 بشه. به خاطر همین قیافشون هم اینقدر شبیه، خیلی تغییر تو قیافه نداره، یه جورایی خیلی شبیه اونه.
اینجا جلوتر کامل مقایسهش میکنیم با NS یا سری موتورهای دیگه. و این RTRی که میبینید نوشته رو موتورهای آپاچی، یعنی Racing Throttle Response، یه جورایی بخواییم فارسی ترجمهش کنیم میشه پاسخ دریچه گاز مسابقه ای، که همون خارجش رو بگیم بهتره، ترجمهش جالب تر نمیاد. ای بابا مثل این که این موتور سر ناسازگاری داره، بعد از اون همه سرویس کردم امروز هم وسط تست راید فهمیدیم که پنچره و لاستیک خرابه. بریم موتور رو تعویض کنیم و دنبال لاستیک بگردیم براش. خب من کل مغازه های آباده رو گشتم که لاستیک موتور داشته باشم و هیچ کدوم لاستیک تیوبلس نداشتن 90-90 که بندازم برای آپاچی. به خاطر همین سفارش دارم از یکی از بچه‌ها اصفهان برام بیاره، ولی دیگه تست راید رفت برای فردا که لاستیک بیاد و تعویض کنیم بعد بریم برای تست راید. خب صبح خدا چگونه آغاز کردید؟ با تعویض لاستیک. دیروز گیرم نیومد لاستیکش آباده و یکی از بچه‌ها زحمت کشید از اصفهان رفت گشت برام لاستیکش رو پیدا کرد خرید و فرستاد اومد با اتوبوس آباده. دیشب دستم بود و امروز بریم برای ادامه تست راید. مرسی مردا جان، واقعا نجات دادی این تست راید و دمت گرم. بریم لاستیک رو عوض کنیم، لاستیک جلو رو. خیلی مقصم آقا، لاستیک خدمت شما. کجاش بود؟ مثلا لاستیک خودش خیلی اوضاعش خرابه. آه اینا میبینی؟ خیلی خطرناک. میشه خب از اینجا یکی فرق نمیکنه، ولی بالونش از سمت راسته. خاطر اینکه این موره یه جوری نگو بسته میشه، ببینید درسته جلو خوبه باز نشه موره. باز نشه درست. از این دربیا ممکنه یه روز باز بشه. باز بشه. خب این اتفاقات عادیه توی موتور کار کرده و وقتی شما موتور کار کرده میخری باید حواست باشه همه چی رو چک کنی. این موتور هم دیگه صفر که گیرتون نمیاد، باید کار کرده بگیرید. به خاطر همین همه چی باید چک بشه، مخصوصا موتورهایی که خواب بودن. مثلا همین موتور خواب بوده و یه سری مشکلات داشت، مثلا لاستیک جلو چون روی زمین بود خود لاستیک خراب شده بود و باید لاستیک تعویض میشد. اگه استوریار هم دنبال کرده باشید دیدید که من روزی که این موتور رو تحویل گرفتم برای تست راید چکش که کردم دیدم فیلتر هواش نابوده، باتریش نابود شده بود، فیلتر روغن و روغنش خیلی قدیمی بود و همه اینا رو تعویض کردم که حالا همش هم مارک خود TVS رو گرفتم انداختم براش، یعنی فابریکی نمیشه گفت، اورجینال خودش. من خود درباره خود موتور بخوام بگم، این موتور 200cc تکسیلند چهار زمانه، این چهار سوپاپه. حالا 200cc اگه بخوام دقیق بگیم 197 تا 75 صدم cc که به نسبت موتور کم شتابیه یه جورایی، به خاطر اینکه تراکمش هم پایینه، تراکم 9.7:1 داره، خیلی توان بالایی نمیتونه بهتون بده، یعنی با 180 اش آنچنان تفاوتی نمیکنه. تقریبا 21 اسپری آر پی ام 8500 میده و 18.1 نیوتن متر گشتاور روی آر پی ام 6500 میده.
البته ماکسیموم تورکش رو روی RPM 7000 بهتون میده. و گفتم این موتور انجکتوریه، از سیستم انجکتور بوش هم استفاده میکنه، یه باتری 12 ولت 9 آمپر هم داره که گفتم باتری این موتور خراب شده بود و تعویضش کردم. به خاطر همین انتظار شتاب زیاد از این موتور نداشته باشید. البته تراکمش که پایینه، هم بنزین سوپر احتیاج نیست استفاده کنید، هم اکتان یا اکتان نمیخواد بریزید، و هم تقریبا هم به خاطر کیفیتش، هم میگم تراکم پایینش، موتور کم استهلاکیه، دیر خراب میشه و خیلی توان بالایی از این موتور نگرفتم، به خاطر همین عمرش بهتر میشه، عمرش بیشتر میشه. از مشکلاتی که توی این موتور میتونم بگم، همه هندی ها تقریبا مشکلات برقی رو دارن، این موتور هم مستثنا نیست و داره مشکلات برقی رو. شارژرش میسوزه و نمونهش زیاد بوده، این RS که شارژر زود میسوزونه، تقریبا چیز مصرفی شده که زود به زود میسوزه توی این موتور. مورد بوده که با یه بار کارواش رفتن کلن سیستم برق موتور قاطی کرده، حتی ECU رو خراب کرده، و میگم مشکلات برقی رو توی این موتور داریم. یه مشکل دیگه که توی این موتور من دیدم، با بچه هم که صحبت کردم خیلی ها این مشکل رو داشتن، مشکل زنجیرشه. خود زنجیر یه خود بیکیفیته، خیلی زود به صدا میفته، همش باید درگیرش باشی، زنجیر رو تنظیم کنی، خیلی هم نمیشه سفتش کنی، اگه سفت کردی خیلی صدا میده. بچه ها بودن که زنجیر ژاپنی اورینگدار انداختن روش و مشکلشون حل شده. وزن این موتور هم تقریبا 140 کیلو وزن خشکشه، که یه وزن سنگینه، تقریبا وزن سنگینه. یک گیری باکس هم داره که گیری باکس 5 سرعت هست، که باز گیری باکسش هم از نقاط ضعفشه. کلن حس میکنی موتور تو زور داره میره، کلن تو همه دنده ها تو زوره، اگه 6 دنده بود خیلی بهتر بود. در مورد تعویض دنده هم نسبتا بد نیست، یه خورده مثلا 2 به 3 و این حدودا اذیت میشه، تقهی میخوره. در کل از لحاظ پرفورمنس و راندمان کاریش نمیشه واقعا با رقیبایی مثل NS200 یا بنلی تکسیلند یا CF250 اینا مقایستش کرد، اونا خیلی راندمان کاری بهتری دارن، ولی این موتور موتور نرمتریه، سواری تقریبا خوبی داره. حالا جلوتر هم به سواریش میرسیم، هم میدیم سفت و صدشو که شرکت اعلام کرده تقریبا سفت و شستش 3.9 ثانیه هست، سفت و صدش هم 12 ثانیه هست تقریبا اعلامیه شرکت، که اینم تست میکنیم، تاپ اسپید هم باش میزنیم که همه چی توی این ویدیو دیگه اوکی بشه و راحت بتونید انتخاب کنید برای خرید. از لحاظ طراحی هم وقتی نگاهش میکنید قشنگ مشخصه یه موتور هندیه، یعنی قشنگ امضای موتورهای هندی رو داره، از کله چراغ جلو بگیر تا خود شکل موتور. این باکش رو من طراحیشو خیلی دوست داشتم، این مال این چی بود؟ این چی اسمش؟ این که بنزین میزنی در باکش این وره دیگه وسط نیست، خیلی جذاب بود برام. چراغ جلوشم با این دکمه خاموش و روشن میشه، ولی یه دونه دیلایت داره که اون بغل خود لامپ هم که لامپ معمولی جلو، نور بالا و نور پایین خوبی داره، دیدش به نسبت تو شب خوبه. یه حالت باحالی که داره، شما وقتی موتور رو روشن میکنی و چراغ رو روشن میکنی، وقتی داری گاز بده چراغ پر نوره، ولی تقریبا موتور که مثلا رو جکه یا وایساده یه 10-15 ثانیه که میگذره خودش نورش کم میشه، و وقتی شما دوباره گاز میدید دوباره پر نور میشه. خیلی اینش باحال بود. راهنماش هم طراحیش باحاله، نور خوبی هم داره، خود راهنما هم بزرگه، قشنگ مشخصه. چراغ عقبش هم یه چراغ LEDه که نور خوبی داره تو شب، ترمزش هم نور خوبی داره، یعنی شتابش کمه، توی سبقت ها اذیت میکنه، ولی این RPM رو نشون میده که رو چه RPMی دنده عوض کنید، خودش بهتون میگه مثل RS. موتورم دو تا رینگ 17 اینچی داره که تایر جلو 90-90 از مارک ایران یا سام هست، تایر عقبم 130-80 باز از مارک ایران یا سام،
که دیگه اینا یا ساعت حرفی برای گفتن در موردش ندارم، خودتون میدونید راستی که خوب استفاده کنید، جون ما دست این دوتا تایره. کمک فنرهای موتور هم که کمک فنر تلسکوپی معمولی و جلو داریم که معکوس اگه بود بهتر بود، البته روی انسام تا به تازگی معکوس شده، یالا موتورهای قدیمی معمولی استفاده میکنم ولی معکوس خیلی بهتره. کمک فنر عقب هم یه مونوشاک مرکزیه، یه نسبت به میگیره چیزا رو، اون ضربه ها رو میگیره و خیلی به آدم انتقال نمیده، به نسبت بد نیست. زینه موتور هم یه زینه دو تیکه است که میگم قرارگیری پا خیلی خوبه، اینجا خیلی خوبه، خود زینم جاش خوبه، ولی یک خود سفته اون لپ اینجا رو بوق بذار، لپ اون قسمت ها صاف میشه و توی مثلا یه ساعت دو ساعت که موتور رانندگی میکنه خیلی میتونه اذیت کننده باشه. ولی یه سیستمی که داره این مدل سیستم رو من دوست دارم، مثل موتورهای تریله، شما صندلی عقبو که اینجوری با کلید باز میکنی یه دونه زامن داره که اینو بکشی صندلی جلو هم، یعنی زین جلو هم باز میشه و دیگه احتیاج نداری که پیچ باز کنی و این چیزا. این خیلی خوبه. آینه های موتور هم که نیست و من خیلی اذیتم، واقعا نمیدونم آینه هاتون رو چجوری باز میکنی، آینه های موتور هم پیدا نکردیم بذاریم توش رو انبار صاحب موتور بوده، واقعا آینه ها رو باز نکنید، باید عقب آدم ببینه. من گردنم درد گرفت فرموز از دست برگشتم پشت سر رو نگاه کردم. روی موتور دوتا ترمز دیسکی رو هم داریم که دیسک جلو 270 میلیمتریه و دیسک عقب 240 میلیمتری، هیچ کدوم هم ABS نیست. البته مدل های ABSش توی هند موجوده و توی ایران بدون ABS وارد شد. ترمز گیریش عقب که خیلی سریع میکشه و ترمز گیری عقب رو خیلی دوست نداشتم، ولی جلو خوب بود، جلوش ترمز گیریش خوبه. تستم بکنیم سینواشو پای سرمون خوبه، من نسبتا خوبه، از موتور چینی ترمزگیری بهتری داره. هندلینگ موتور خوبه، هندلینگ موتور خوبه و قابلیت مانوف داریم روی این موتور. ما اینکه لاستیک های ایران یاسام زیرشه و خیلی چسبندگی خوبی نداره، باز رو آسفالت بهتره، روی بارون هیچی هستن. روی RPM 6500 به بالا قشنگ یه لرزشی توی دستا، خیلی قشنگ فرمون میلرزه، روی جاپایی و همه اینا قشنگ لرزشه. بعد از RPM 6500 حس میکنی، قبلش نه، قبلش موتور لرزش خاصی نداره، ولی RPM 6500 به بالا که میره لرزش ها کم زیاد میشه. خب این موتور سیستم خنک کننده آبو نداره، یه جورای هوا خنکه و یه رادیاتور روغن خیلی کوچولو داره که روغن رو خنک میکنه. یه چیز دیگه هم برای خنک‌کاری انجین داره که بهش میگن رم ایر سیستم، که یه تیکه پلاستیکه، میشه این پلاستیک دیگه، یه چیز دیگه هم نیست، یه تیکه پلاستیکه، ولی از جلوی موتور این قسمت جلو میاد هوا رو میکشه و مستقیم میدتش روی انجین که خنک بشه انجین و داغش خیلی اذیت نکنه. به نسبت الان دارم امروز باش دور زدم، هوام هوای گرمیه، خیلی آنچنان اذیتم نکرد، یعنی من نمیتونم الان انتظار هوا آب خنک ازش داشته باشم، یعنی دارم نسبت به خودش میگم. درباره سرویس هاشم، خب روغنی که میخواد، روغن 250 براش خوبه، حدود 1200 روغن میگیره، یه فیلتر روغن کاغذی داره که همه اینا رو من براش تعویض کردم و ویدیوهاشو دیدید. فیلتر هواش هم که فیلتر هوای کاغذیه، دقیقا زیر زینه. و یه چیز مثلا خیلی ساده که من واقعا خوشم اومد، مثلا روی بدنه خود موتور نوشته که آقا هر 12000 تا فیلتر هوا رو عوض کن، که البته قبلش باید چک کنی، مثلا این موتور خواب بود، خیلی خاک گرفته بود و نابود شده بود فیلتر هواش، بخاطر این من خیلی زودتر عوضش کردم چون موتور تقریبا 7000 تا کار کرده. یا مثلا اون پایین قسمت نوشته که آقا اگه یه نفره سواری میکنی چقدر باید بذارید، اگه دو نفره سواری میکنی چقدر باید بذارید. یه سری چیزای کوچیکیه که باحال،
دونستنش، نمیخواد دیگه دنبال دفترچه بگردی، دنبال چیز بگردی. خیلی یوزرهای مبتدی هم میتونن اینو ببینن و استفاده کنن. فرمون این موتور هم با بقیه استریت ها فرق میکنه، یه لوله یه تیکه نیست و یه فرمون دو تیکه رو داریم. فرمونش خیلی شبیه فرمون آر اس میمونه. من بقیه چیز هم که عادیه، نور بالا و نور پایین و راهنما، و فقط این موتور جفت راهنما رو هم نداره که میتونید براش بذارید. ولی بوغش بوغ قشنگه، من بوغش رو دوست داشتم. میگم راهنما خاموش کنم، نمیدونم چقدر صداش میاد، ولی بوغش خوب بود. دو تا بوغ هم داره، یکی این ور یکی اون ور. راستی یه شارژر موبایل هم زیر صندلی داریم، یعنی شما صندلی ها رو که باز کنید یه شارژر موبایل اون زیر هست، یه USB شارژر. ولی همون هم میتونه باعث اتصالی بشه، چون درش هم درست بسته نمیشه و میتونه باعث اتصالی بشه. کلن حواستون به این موتور روی قسمت‌های برقی خیلی باشه، مخصوصا تو شستن خیلی حواستون باشه که نشنگ شستن میتونه یه خرج درست حسابی رو دستتون بذاره. وقتی میخواید بشوریدش، اصلا وقتی شست آب ریختید روش، دیگه تا یه روز استارتش رو نزنید و قشنگ دو تا صندلی ها رو باز کنید، بذارید زیر آفتاب، قشنگ آفتاب بخوره، همه چی خوشه، باد و اینا اصلا نگیرید که بره توی سیستم و اینا. خب آقا بریم یه جا وایسیم، هم دور تا دور موتور رو ببینیم، هم درباره صفحه کیلومترش صحبت کنیم. برو بریم. خب این موتوری که دارید میبینید هم جک دو پا داره، هم جک بغل داره که متاسفانه سنسور جک نداره و خیلی خطرناکه، مخصوصا برای موهایی که عادت کردیم به سنسور جک. قشنگ جک بالا بود، نزدیک بود بزنه زمین امروز، این خیلی بده. و بقیهش قشنگ امضای هندی ها رو داریم، مثلا این گاردی که گذاشتن که روی اکثر هندی ها هست، یا مثلا این گاردی که این جلو هم گذاشتن رو بعضی از هندی ها هست که اگه موتور زمین خورد آسیب نبینه. الان میبینید یه بار زمین خورد موتور و اومده روی این، از واجباته. باکش هم یه باک 12 لیتریه. نگاه به این هیکل گندش نکنید، همش فلاپه و فلاپاش خورده صدای جیر جیری میکنه وقتی تو سواری هستی، هست صدای جیر جیر میکنه، ولی کیفیت رنگش خوبه. از لحاظ ابعادم یه موتور به نسبت نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه، متوسط 205 سانت طول موتور، 110.5 سانت ارتفاع موتور، عرض موتور یعنی از این فرمون تا اون فرمون 79 سانته، کمترین فاصلش تا زمین یعنی اینجا 18 سانته، فاصله دو محور موتورم یعنی از این چرخ تا این چرخ 135.3 سانتیمتره، ارتفاع زین تا زمینش هم 80 سانته که سوار بشیم از روی جک بندازیمش، 80 سانته که من با قد 181 تقریبا دو تا پام راحت روی زمینه. موتور قابل کنترلیه، گفتم قرارگیری پام خیلی خوبه برای من، حالا یکم بلندترم باشه پا زانو تا اینجا میاد و میگم قرارگیری پا خیلی خوب و اوکیه. میگم موتور راحتیه، کنترل سواری خوبه و تنها ایرادی که توی سوارش میشه گرفت تقریبا زین سفتشه که اذیت کننده است، وگرنه هم قرارگیری دستا خوبه اذیت نمیشی، هم قرارگیری پا خوبه، زانو اذیت نمیشه، کلا قرارگیری روی موتور خوبه. زین دومش هم تقریبا زین خوبیه و برای نفر دومم راحت، دو نفر سواری کردن با این موتور خوبه، یعنی به عنوان یه موتور خانوادگی هم میتونید این موتور رو بگیرید. این دستگیرهاش هم دستگیرای خوب و محکمیه، یه جورایی آرم بتمن هم اینجا میتونیم ببینیم که چیز باحالیه، ولی دوباره این عقب سفتی زین رو داریم. حد اکثر بارگیری این موتور هم 130 کیلوه تقریبا، که مخصوصا برای اون قسمت زنجیر که اذیت میکنه، این مورد دو نفر سوار شدن اگه سنگین باشید یه خورده اذیت کننده است، یعنی دو نفر سبک اگه باشید اوکیه، ولی دو نفر سنگین اذیت کننده است. خب بریم سراغ کیلومترش، بریم دوربین رو بگیریم. خب کیلومتر این موتور هم 1 کیلومتر تمام دیجیتاله که اصلا دیگه آنالوگ نداریم. این قسمت پایین مثلا قسمت دنده خلاص رو میتونیم ببینید که یکم رو دنده خلاص موتور مشکل داره این موتور و یک و دو میره دنده خلاص میشه ولی اینو نشون نمیده. این قسمت بنزین رو داریم، چراغ چک رو داریم، راهنمای راست، نور بالا،
و این چراغ ABS رو اینجا داریم که روی بعضی از موتورها همیشه روشنه، ولی ABS نداره این موتور و قسمت راهنمای چپ. خود کیلومتر هم که اون بالا RPM رو داریم، کیلومتر سنج رو اینجا داریم، قسمت اودو که حالا کیلومتری که تا الان با موتور رفتید اینجا داریم، نمایشگر دنده رو داریم، درجه بنزین رو داریم، و این قسمت هم که چراغ آچاره که وقتی حالا احتیاج میشه هر 1000 تا خودش روشن میشه. برای خاموش کردن این چراغ آچار توی آپاچی 200 شما این کلید سمت چپ رو چند بار که بزنید و بیاد روی های اسپید و دوتا کلید رو با هم بگیرید، خب برای خاموش کردنش باید این دوتا دکمه رو میگرفتین که الان متاسفانه این دکمه کار نمیکنه روی این موتور، ولی این دوتا دکمه رو که با هم بگیرید روی قسمت های اسپید باشه چراغ آچار خاموش میشه. و با تکون دادن قسمت مود روی تریپ یک میاید، تریپ دو میاید، یه دوری که میخواید بزنید تایم رو براتون بگیره که ببینیم برای سفت سال اگه شده ازش استفاده کنیم. من تاپ اسپید رو بدون نشون میده که چقدر تارو تو این موتور سرعت رفت. خب این موتور یه اگزاز دولول دو منبر رو هم داره که صدایی به نسبت خوبی تو 200cc داره. صداش رو با هم تست کنیم. خب یه گاز بده. نمیخوای؟ بیا. بیا اشکال نداره بیا. گاز بده نترس. صداش خوبه؟ کار درست. خب آقا قبل از اینکه برسیم به جاده و سفت و سرد بزنیم و تاپ اسپید بزنیم با موتور گیربوکس اینا رو تست کنیم، یه خورده درباره بازارش صحبت کنیم. کلن موتورهای هندی چه تی وی اس چه باجاج بازار خوبی دارن و قطعاتشون هم خیلی راحت پیدا میشه توی بازار، کف بازار، حالا غیر از نمایندگی. ولی این موتور یه خورده با بقیه هندی ها فرق میکنه، چون گفتم اومد که جایگزین آپاچی 180 بشه، خیلی نتونست موفق باشه، بازار خیلی خوبی نداره و خیلی مشتری. حالا بچه هایی مثلا با بچه های تهران که صحبت میکنم آپاچی 180 خیلی دوست دارن، یا با بچه های مشهد که صحبت میکنم آپاچی 160 خیلی دوست دارن، بچه شیراز هم که آپاچی 200 دوست دارن. ولی در کل میگم این موتور خیلی بازار خوبی پیدا نکرد، به خاطر همین قیمتش پایینه تقریبا. حالا شما باید چه میدونم NS160 هم مقایسه کنی یه خورده قیمت پایین تر، و قطعات شان قطعات مصرفش که راحت پیدا میشه، ولی قطعات انجین و ایناش حالا با اینکه با آپاچی 180 خیلی چیزاش مشترکه، ولی باز خورده شاید اذیت بشید تو پیدا کردنش. اینو در نظر بگیرید، مثل همه یه هندی ها نیست. خب یعنی جاده اوزاش چجوریه؟ خلوته، یه سفت و سرد با موتور بزنیم. جاده خلوته یه بار دیگه هم سفت و سرد بزنیم. میگم خیلی شتاب موتور بالا نیست،
البته بازم این موتور کار کرده است و اگه موتور مثلا 1000 تا کار بود و نو بود خیلی فرق میکرد. یه تاپ اسپید رو تست گیری باکس هم باش بریم. دنده یک چرا هفت کاتاف دنده یک، 73 تا کاتاف دنده دو، 99 تا کاتاف دنده 3، 109 تا کاتاف دنده 4 بیشتر نمیره، بریم 5. بعد و 11 تا بازم تا آخر گرفتم، بیشتر موتور نمیره. چرا؟ باز آخر آخر شاید مشکل است باید باشه، بزنیم تو راه برگشت یه تست بکنیم. تو ساعتا البته باد هم میاد، اینجا باد هم میاد ولی تعادل موتور خوب نیست. باد از این ور داره بهتر میره. صد و تا دنده چهاری تقریبا دنده چهار 118-120 تا بره، خب 120 تا دنده چهار، بریم 5. خدا تو 5 اومدنم دنده بعد جا رفت روش که وضعیت کرد. گاز تو آخر و دنده 5 122 تا بعد 23 تا ای ماشاءالله. بعد 24 124 تا بیشتر نرفت، تعادلش سرعت هم خوب نبود. البته رو کیلومتر موتور رو اون قسمت تاپ اسپید های اسپید که نگاه میکنید یکی 138 رو موتور رفته که احتمالا روزهای اولش بوده، به مدتی که موتور خوابیده یکم ضعیف شده و بیشتر نتونست بره. این نکته هم که راجب کیلومتر یا هم رفت بگم، شما تقریبا 10-15 تا کیلومتر که سرعتش میره بالا دیگه این دکمه ها کار نمیکنه.
خب آقا بخوام یه جنبندی بکنیم آپاچی 200 به خاطر بازار ضعیفش و حالا کم پیدا شدن قطعاتش، به نظر من آپاچی 180 گزینه مناسب تریه. حالا از لحاظ قیافه هر کدومو دوست داشته باشیم، من خودم آپاچی 200 رو بیشتر میپسندم از لحاظ قیافه. هر کل اگه بخواد بیاد سراغ موتورهای هندی که یه خورده کیفیت و دوام بهتری داشته باشن نسبت به چینی ها، گزینه بدی نیست. علی به نظر من صفر یه موتور دیگر رو بگرد. تو این رنج قیمتی چه صفری میخوای بگیری؟ تو این رنج قیمتی اگه بخواید بگیرید گزینه خوبیه کار کرده، البته اگه تر و تمیز و سالمش پیدا کنید و کم کار باشه و شتاب هم خیلی براتون مهم نباشه. خلاص آقا دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، دیدید این تست راید و امیدوارم خوشتون اومده باشه. هر اگه صاحب موتورید حتما تجربیاتتون رو کامنت کنید، نظرتون رو بگید هم راجع به موتور هم راجع به ویدیو. و مرسی که مثل همیشه حمایت میکنید، لایک میکنید، خیلی آقا ما مخلصیم. دمتون گرم. دوتا ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میکنم، سابسکرایب هم یادتون نره. جیگرتون رو